برای سه‌شنبه رئیس جمهور اوباما استراتژی عمومی کشور ما را در مورد اشتغال در افغانستان و پاکستان ارائه نمود. این استراتژی محصول مشورت‌های وسیع و شمول مشورت با بسیاری از شرکای ما در پاکستان می باشد. ما با مردم پاکستان در نگرانی عمیق در مورد تهدیدی که از جانب القاعده و متحدین افراطی آن متوجه می باشد شریک هستیم. ما تشددی که در ماه اخیر از طریق بمب‌گذاری ها در عملات ظالمانه دیگر بر مردم بیگانه پاکستان تحمیل گردیده و مردمان ملکی نظامیان شما و جانب دیگر مهم کشور و جامعه‌تان را هدف قرار داده تقویم می‌کنیم. ما برای تامین امنیت ثبات و حاکمیت پاکستان در دراز مدت متحد هستیم. استراتژی رئیس جمهور اوباما تعهد کشور ما را برای تأسیس شراکت وسیع با مردم پاکستان انعکاس می‌دهد، شراکتی که بر ارزش‌های مشترک و تعهد مشترک برای حاکمیت دموکراسی، انکشاف قوی اقتصادی و شکست دادن با تندروان و توریست‌های مخفی شده در سرحدات غربی کشور شما و حفاظت و امنیت همه پاکستانی‌ها مبنی می باشد. ما قبلاً تطبیق عناصر استراتژی رئیس جمهور اوباما را آغاز نموده‌ایم. ما درخواست ازدیاد قابل ملاحظه‌ای در کمک‌های انکشاف اقتصادی و شمول کمک از طریق لایحه مهم کری لوگر برمن نموده‌ایم. ما ابتکارات را برمی‌اندازیم که با تقویه زیربنای پاکستان خاصتاً در قسمت انرژی و آب که مردم پاکستان به ما گفتند شما با نیاز دارید کمک شود تا شما بتوانید منابع را داشته باشید که برای منازل مکاتب و کار بار خود به آن ضرورت دارید و ما متعهد هستیم تا مؤسسات عامه پاکستان را تقویه نماییم تا همه مردم به امنیت، تعلیم، عدالت و از همه مهمتر به فرصت‌های اقتصادی دسترسی داشته باشند. قسم که رئیس جمهور اوباما گفته است ایالات متحده یک علاقه قوی و ثابت با امنیت و ثبات درازمدت در پاکستان و افغانستان دارد. ما متعهد هستیم که با شما من حیث شرکایتان در ساختار یک ملت قویتر کار و کمک کنیم تا این بینان حاصل گردد که کشور شما پناهگاهی برای القاعده و افراطیان دیگر خشونتبار که دولت شما را با خطر مواجه ساخته است قرار نگیرد. ما میدانیم که این هدف است که برای شما هم اهمیت زیاده دارد. ما چشم برای تقویت دوام شراکت نه تنها بین حکومت ما و شما هستیم بلکه بین مردم ما و شما و هم در ماه و سال‌های آینده می باشیم. بسیار زیاد تشکر.